تو 6 سال اخیر 13 تا مدرسه 15 تا خونه 170 تا سرویس بهداشتی و 10 تا پارک و یه سری پروژه های آبرسانی و پروژه های ورزشی و پروژه های مختلف به کمک مردم تو های حاشیه طالبجاز مریان ساختیم 25 هزار تا کیف و لوازم تحریر و 8 هزار تا بسته بهداشتی 15 هزار تا بسته پوشاک ده هزار تا بسته غذایی تو این چند سال توضیح کردیم و تو سالهای آینده هم احتمالا دهها مدرسه و دهها خونه و چندین پروژه جدید و کلی بسته حمایتی توضیح می به غیر از ما هم خیرهای دیگه‌ای دارن همین کارا رو میکنن دارن خونه میسازن، مدرسه میسازن، پروژه مختلف میسازن و کلی بسته های حمایتی، بسته پوشاک، بسته بهداشتی و بسته آموزشی توضیح میکنن ولی خب که چی؟ کدومش به درد میخوره؟ کدومش مشکل مناطق محروم رو حل میکنه مشکل مناطق محروم همین کلمه همین کلمه محروم مشکل مناطق محرومه محروم از چی؟ محروم از آسمون محروم از زمین محروم از نیروی جوان، محروم از استعداد، محروم از منابع معادن. نه، مردم اونجا محروم نیستن. مردم اونجا کم برخوردارن. کم برخوردارن از امید و آرزو. از خیلی از بچه وقتی بپرسین دوست دارین از خیلی از بچه‌ها، وقتی به دوست داری چی کاره بشی میگه میخوام معلم بشم چون غیر از معلم چی دیدن مگه اینکه رفته باشن شهر برای دواده ارمونی چیزی همراه خانواده که به دکتری پرستاری چیزی دیده باشن بگن میخوایم دکتر بشیم پرستار بشیم یا اینکه مامور اداره برق یا اداره آب اومده باشه تو روستاشون که بخوان مهندس بشن اونم باز نمیدونن مهندس چیه یه تعدادیشون هم میخوان حاجاقا بشن یه تعدادش هم که خونهشون تلویزیون دارن فوتبال هم دوست دارن دوست دارن فوتبالیست بشن خب چرا؟ چون مال منطقه محروم دیگه کمبود زیر ساخت دارن کم برخوردارن از برابری آموزشی یعنی اینکه تو خیلی از روستاها بچههایی هستن که کلاس پنجم ششمن ولی هنوز خوب بلد نیستن فارسی حرف بزنن جدول ضرب و بلد نیستن فصلای سال خوب بلد نیستن چون معلماشون هم کم برخوردارن از برابری آموزشی چون معلم‌ها مال همونجان. چون چون معلمم از دوره های بروز محرومه باز هم چون مال مناطق محروم کم برخوردارن از برابری بهداشت برابری درمان تو خیلی از روستاها هنوز هم هستن خانواده هایی که سرویس بهداشتی ندارن دشتی دستشوی میکنن الان خیلی از روستاها، و شهرها درمانگاه و خانه بهداشت و بیمارستان نداره اگر داره دکتر نداره اگر هم دکتر داشته باشه پزشک ترهیه که کم دج... تجربه است تا تجربه زیاد میشه وقت رفتن شده چرا؟ چون مال منطقه محروم دیگه کم برخوردارن از فرصت کار و تجربه و مشارکت با وجود این همه منابع و معادنی که دارن نه صنعت دارن نه کار دارن نه کشاورزی درستی دارن نه معادن فعال دارن بازم چون مال منطقه محرومن دیگه کم برخوردارن از مدیریت قوی به خاطر همین برچسب محرومیت که اگه بخوام خیلی معدبانه بگم مدیرهایی به درد نخوری هم دارن اونم ما هم نداریم. در کنار همه این کمبودا یک کمبودی هست که خیلی به چشم میاد که باز اونم جز وظیف دولته زیرساخت های مختلف کمبود زیرساختها، ها های آموزشی مثل فضای آموزشی، امکانات آموزشی، زیرساخت‌های بهداشت و درمان، مثل فضای فضا و امکانات درمانی، مثل آب، آب سالم، مثل دستشویی، زیرساخت‌های ارتباطی، مثل آسفالت، مثل خط تلفن، مثل موبایل، مثل یه موبایل ساده، آنتن موبایل. این زیرساختها خیلی زیادن از فرصت من هم خیلی زیاد نمونده ولی خب فعالیت همه خیریات تقریبا در پیرامون برطرف کردن همین زیرساختهاست ولی خب اون کمبودایی که گفتم قبلتر چی رویا و آرزوه برابری آموزشیه فرصت کار و مشارکت و تجربه اونا چی؟ پس باید برگردیم به حرف اول باید برچسب محرومیت از روشون بکنیم ما تو ساخت مدرسه از پیمانکار استفاده نمی کنیم مدرسه ها رو با خود بچه ها می یه ذره سخت هم هست دردسرش هم بیشتره ولی خب یکی از بچه ها <applause> کمپرسی میشه <applause> یکیشون هم لودر اینجوری بچه ها مشارکت میکنن کچیکتر ها آجور میارن یه سری ها تماشامون میکنن یه سری ها دیگه هم میان دست جمعی گرم و میشه آب بازی میکنیم بزرگتران برامون یخ میارن غذا میارن یکی دیگه هم تو دهات تراکتور داره تراکتورش رو میاره با همدیگه کار میکنیم با همدیگه میساسیم اینجوری بهشون فرصت تجربه کردن و ساختن میدیم بعد از اینکه مدرسه رو ساختیم حالا بچه ها تو کلاس درس خودشونن چون هر کدومشون به آجر تو این دیواره سهم دارن و یه خیر از تهران نیومده بسازه بره بعد از اینکه مدرسه تمام شد رو دیوارای بیرونی مدرسه یه سری نقاشی میکشیم که یه سری تصویرسازی توش کردیم که یه سری شغل رو بهشون معرفی کنیم چون اینا شغل رو نمیشناختن دیگه اینجوری براشون هر روز یه تصویری از یه سری مشاغل رو تکرار میکنیم که شاید آرزوشون بشه تو حیات مدرسهشون هم یه تاب و یه سرسر و چند تا وسیله ورزشی میذاریم که زنگ تفریهاشون هم سالمتر خوش بگذرنن برای توی کلاساشون هم یه فکرایی داریم فقط نه برای کلاسایی که خودمون ساختیم برای 500 کلاس درسی که تو منطقه فعالیت ما هستن تخت وایت برد و نقشه ایران و نقشه جهان و پوستر مشاقل و صد و ساعت گرفتیم. تو کلاسا نصب می‌کنیم. بر برای هر کدومشون هم یه فکری داریم. تخت وایت برد برای احترام به معلمه. که بتونه راحتتر حداقل اون کار آموزشی که بلده رو انجام بده. نقشه جهان برای بچه هاست. برای بچه ها که ببینن دنیا چقدر بزرگتر از اون چیزی که تصور میکنن و چقدر جایی روش داره اون بچه نقشه ایران برای اینه که بچه ها ببینن کجای ایرانن خیلی از این بچه ها حتی نمیتونن رو نمیدونم روستاشون کجای سیستان بلوچستانه کجای جنوب کرمانه و اصلا خود ایران هم چقدر جای روش داره برای این بچه ها صد لاشخاله برای اینکه که یاد بگیرن تو این سیمتری آشخالاشون رو جمع کنن وقتی تو این سیمتری جمع کنن تو شهر و روستاشون هم میتونن جمع کنن دیگه چون از هم اول یاد گرفتن ساعته برای اینه که خیلی از بچه ها مفهومی از زمان ندارن نمیدونن ساعت چنده اینجوری شاید براشون ارزش زمان پررنگتر شد این نقاشی دیواری مدرسه ها بود توی مدرسه ها یه پوستر مشاقل هم درست میکنیم. به دیوار میزنیم. پوستری که از قبل طراحی کردیم. توش یه سری مشاغل معرفی میکنیم به بچه‌ها. بدون در نظر گرفتن جنسیت، پلیس، خانوم آشپز، آغاز. <applause> تو لباس های همشون هم یه المانای کوچولویی از سوزندوزی گذاشتیم. به خاطر اینکه راحت‌تر باش ارتباط برقرار کنن به خاطر اینکه بتونن خودشون رو جای این شغله راحت‌تر بذارن چون قرار یا آرزویی بسازیم که موتوری بشه برای تلاش کردن ما همه این کارا رو در مورد ساختن تمام 170 تا دستشویی هم که ساختیم انجام میدیم باید خود خانواده ها مشارکت کنن وقتی یه خانواده شناسایی میشه باید تو مراحل ساخت کمک کنه و اول چاه دستشوش خودش بکنه اگه نکنه نمیسازیم براش اگه همکاری نکنه نصف کاره ولش میکنیم دو سه تا از دستشویی رو تا حالا خودم خراب کردم چون ما اونجا نیستیم که فقط دستشوش بسازیم ما اونجا این بهشون فرصت فکر کردن بدیم بعضی وقتا تنبیه هم لازمه خونه هایی هم که میسازیم برای خانواده های کپرنشین همین گلیان. باید تمام اعضای خانواده کمک کنن کوچیک و بزرگ هم نداره دختر و پسر هم نداره همه باید کمک کنن تا خونه ای که میسازیم خونه خودشون بشه از هر دیوارش خاطره داشته باشن از ساختش باز تموم شد نگن یه خیر از تهران ساخت رفت بش خونه رویاهاشون توی بسته های حمایتی هم که توضیح میکنیم یه سری فکر داریم سعی میکنیم اونا رو را هم رعایت کنیم بر اثر تجربه یه سریش به دست اومده من روزهای اول که اونجا بودم به بچه‌ها لباس میدادم بعد میدم خیلی با لباس حال نمیکنن زیاد ازش استفاده نمیکنن یه چند وقت گذاشت فهمیدم به لباسایی که ما میپوشیم میگن لباس فارسی به خاطر همین تصمیم گرفتم از این به بعد بهشون لباس بلوچی فقط بدم الان چند سال ما فقط به بچه لباس بلوچی میدیم اینجوری هم فرهنگشون رو حفظ میکنیم هم اون لباس قشنگ رو تازه بیشتر هم ازش استفاده میکنن بعضی وقتا خونه هاشون میرفتیم برای نار خوردن من میدیدم کنسرت میارم برای ماهی خادم اگه هر روز کنسرو لوبیا میخور خب میپزه دیگه بعد چند وقت فهمیدیم که این تبدیل شده به یه عادت عادتی که شاید ما را به وجودش آوردیم یه عادت اشتباه به خاطر همین چندین سال ما فقط بهشون لوبیا و حالا حبوبات خشک تو بسته‌های غذایی میدیم که اگر عادتی هم به وجود اومده کمک کنیم عادت از بین بره گفتم قبلتر ما 25 هزار تا کیف تو اول مهر را توضیح کردیم که اسمش خودمون گذاشتیم کیف مهر تو کیف های مهر ما فقط لوازم تحریر نیست مسواک و خمیر دندون هست برای بهداشت دهان دندانشون صابون و مواد شوینده هست با کرم برای بهداشت فردیشون وسایل فکری و بازی فکری و کتاب داستان هست برای اینکه بچه ها ازش بتونن تو وقتی بیکارشون استفاده کنن در کنار همه اینا مرسی. در کنار همه اینا برای بچه ها یه سری بورشورای تکبر یه مقوایی درست می‌کنیم تو کیفاشون می‌ذاریم که یه سریاشون اینجوری مناسبتیان برای کرونا. یه سری ها دیگه برای آشنایی با محیط زیست و حفظ محیط زیستن. یه سری دیگه هم برای آشنایی با آسمونن، برای آشنایی با نجوم. پشتشون هم یه دونه دوز می‌ذاریم که بچه به خاطر دوز بازی کردن حداقل حفظش کنن که بازم ببیننش دور رندازنش سود ما تو زمینه اشتغالزایی هم به غیر از کمک گرفتن از تمام نیروهای محلی برای همه کارهای ساختمونی تا جایی که بشه یه فروشگاه اینترنتی درست کردیم به اسم جازکالا که تو این فروشگاه اینترنتی تمام محصولاتی که خودشون تولید میکنن و که کاربرد روستایی داره سعی کردیم شناسایی کنیم و ازشون بخوایم کمک بگیریم از نیروهای داوطلب که تغییرشون بدیم به روزشون کنیم در ابعاد و اندازهایی که شهری تره و مصرفی تره برای شهر که بتونیم با فروختنش براشون اشتغال زایی کنیم در کنار این نیازهاشون هم همون روز اول ثبت میکنیم چون اونا دیگه اعضای خانواده جازکالای من. چه نیازایی دارن یخچال ندارن گاز ندارن توالت ندارن هر چی بعد از بافتن محصولات درست کردن محصولات آماده کردن محصولات محصولاشون رو میاریم تهران با قیمت خود منطقه ازشون میخریم گرون هم نمیخریم تازه سختم میگیریم که اون چیزی که درست داره رو درست کنن میاریم تهران اینجا ما نیروهای داوطلب یه کارایی روش میکنیم ارزش ای بهش اضافه میکنیم میفروشیمش سود خوبی که ازش حاصل میشه رو برمیگردونیم به خودشون برای برطرف کردن نیازهایی که اون روز اول نوشتیم اینجوری با پول خودشون مشکل خودشون رو برطرف میکنیم ما با خودشون برای خودشون داریم میسازیم بهشون ترحم نمیکنیم بهشون سخت میگیریم اینجوری آرزوها و رویاهاشون اینجوری فرصت کار کردن و فرصت مشارکت رو برمیگردونیم کمکشون میکنیم اون برچست محرومیت رو بکنن چون قرار نیست هر بچه ای که اونجا به دنیا میاد بچه مناطق محروم باشه مدرسه میره دانش آموز مناطق محروم باشه دانشگاه میره دانشجوی مناطق محروم باشه سر کار میره کارمند مناطق محروم باشه تا که این محروم کوفتی قرار زندگی اینا رو عقب بندازه نظر رشد کنن نظر رویا پردازی کنن اصلا این محرومه رو کی به وجود آورده این کلمه محروم ساخته کیه <applause> کی اینو کرده تو کله ما کی اینو برچسب کرده زده رو اونا کی این مرز و دور اونا کشیده پس به غیر از اینکه اونا باید تغییر کنن فکر و ذهن ما هم باید تغییر کنه نگاه ما هم باید تغییر کنه بهتره که صحبت ما با یه مرسی گفته ای از امیر کبیر تموم کنم که اگر نیت یک ساله دارین گندم بکارین اگر نیت ده ساله دارین درخت بکارین و اگر نیت صد ساله دارین انسان بسازین pers sey